على سيدنا محمد و آله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شادی روح مقدس و منور آقا ابا عبدالله الحسین و اصحاب با وفاشون صلوات دیگری مرحمت کنید. نفقه چهار گروه بر انسان واجبه: یک، همسرش، زوجش، زنش. نفقه همسر یعنی زن به اندازه متعارف، به اندازه‌ای که شأنش هست و متعارف هست در شأن او، از خوراک و پوشاک و مسکن و دارو و درمان و امثال اینها، مقداری که متعارف باشه اینها واجبه بر شوهر. گروه دوم اولاد، چه اولاد بدون واسطه چه با واسطه، که نوه ها باشن، نتیجه ها باشن. گروه سوم پدر و مادر. گروه چهارم مملوک انسان. حالا زمانی بود که عبد و کنیز بود، اونها مملوک بودن، نفقه شون واجب بود به مولاشون، یا نه کسی مثلا حیوان خانگی چیزی خریده، گاوی، گوسفندی، حتی خانگی هم نباشه، جای نگهداری میکنه اینها رو، مملوکشه، یا خریده یا حیازت کرده، خودش رفته گرفته، حتی ماهی میخری تو تنگ میندازی. خوب دقت کنید اینا رو، ماهی میخری توی تنگ میندازی، هی میگی که ای بابا 13 به درم رد شده، این نمرد، از شهرش راحت بشیم، چیکارش کنیم این ماهی رو؟ الان جایی هم نداریم بریم ولش کنیم، یه مسجدی، یه جایی، رودخونه ای، توزی چیزی داشته باشن، مسجدی جای بریم رها کنیم بره دیگه، چیکار کنیم؟ ای هر روز آب تنگو بعد عوض. خب نمیخریم، غذا بهش نده تا بمیره، میخوام چیکار کنیم دیگه؟ رد شد دیگه 13 به در، نریز براش غذا، نه آبش نمیخواد دیگه عوض کنیم. خب نمیشه هم چیزی، نمیخریده از اول، مملوکه. مرغی داره، کفتری داره، پرنده داره، گاو، گوسفند، یا حتی حیواناتی که زینتی هستن، کسی داشته باشه تو خونه، پرنده هایی که زینتی هستن، یه لاک پشت آورده تو خونه، بچه ها خوششون میاد بازی میکنن، مملوک. اگه خریده آورده یا حیازت کرده باید نفقهشو بده، نمیتونه غذا برش نریزه. در حد متعارف، نه اینکه حالا چلو کباب هر شب بذاره جلوش، اونم لازم نیست، اون چه بسا اسراف هم باشه. حیوانی که، خوب دقت کنید، تبذیر شاید باشه، نگیم اسراف، حیوانی که به یک گندمی امورش میگذره، یا حالا گاهی یه دونه های خاصی دارن، یا یه موادی میریدن تقویت بشن مریض، امورش به این صورت میگذره، شما برداری یه غذایی که اصلا مناسب با حال اون نیست براش بریزی، چه بسا مستاق تبذیر باشی. انسان نه، انسان کرامت داره، عزت داره، هرچه غذای خوب مهمون داری، هرچه غذای خوب بهش بدی نوش جونه. شیعه مولا امیرالمومنین نوش جونه، این غذا تازه میره تو بدن او به کمال میرسه. یه یا حسین میگه با اون قوتی که از اون غذا، این غذا به کمال رسید، نوش جونش خورد. حیوان نه، بشینه حالا سالاد برای مرغ و خروساش خورد کنه و بهترین خیار و گوجه و کاهو رو بگیره براش، همچی چیزی لازم نیست، در حد خودش، ولی نمیتونه بگی ولشون کن. حیوانی که تو خونه آوردی اگه حلال گوشته، یا درست بهشون برس، یا اگه جاشو نداری، هزینهشو نداری، یا سرشونو ببرید بخورید، یا بفروش، یا هدیه کن. نمیتونی نگه داری تو خونه با اون شرایط بد، غذای درست ها بهشون ندی، همش آتا آشغال میریزی،
اکثر وقتان گشنن، هم دیگر رو خوردن، میبینی هیچ کدوم پروبال ندارن، نمیریزه چیزی براشون. اینا جایز نیست. واجب نفقه مملوک حیوانی که انسان خریده، مالکه یا حیازت کرده، نفقهش در حد متعارف لازم. نه فقط خوراکش، جا نداری خب برای چی آوردی تو خونه؟ یه جایی درست براش بذار، یه جایی براش درست کن. بالاخره این مرغ میخواد بره یه جا شب بخوابه، نمیدونم تخم بذاره، کفتره میخواد یه جا لونه کنه، همینجوری آورده ول کرده رو حیات، از آفتاب در امان نیست، از بارون در امان نیست، همینجوری ول کرده. نفقه که فقط به خوردنش نیست، خب جاش هم داری بیار، نداری نیار. خب چهار گروه هن که نفقه شون بر انسان واجبه: همسر، اولاد، پدر و مادر، مملوک. اینا یه فرقایی با هم دارن. فرقش اینه که همسر به معنای زوجه، چه پولدار باشه چه فقیر باشه باید خرجشو بده، میلیاردر هم باشه، حسابای بانکیش پر باشه، شام یه کارمند ساده کارگر، صبح تا شب کار بکنی بتونی نفقه زن و بچه رو بدی، اونم واجب نیست از اموال خودش بیاره تو زندگی استفاده کنه، واجب نیست، مجبورش هم نمیتونی بکنی، خودش رو دستش درد نکنه. اگر همسر انسان غنی بود نمیتونه بگی خب خرجتو خودت بده من نمیدم. بله یه وقت زیاده خواهی داره، مازاد بر اون چیزی که وظیفه شماست، چیزی میخواد، بله بهش بگو خودت پول داری برو انجام، ولی به اندازه واجبش که به گردن شوهر هست، زن فقیر باشه یا غنی باشه نفقش واجب. اولاد اینطور نیست، پدر مادر اینطور نیست، اگه از خودشون پول داشته باشن و فقیر نباشن، مالی داشته باشن و فقیر نباشن، به پدر واجب نیست خرجشون رو بده، میتونه از مال خود اولاد خرج خود اولاد بده. فرزندیه براش هدیه آوردن، سکه آوردن، پول آوردن، حالا این نیاز داره به پوشک، نمیدونم به ضروری ها، چیزایی که به صلاحشه، لباس میخواد، دکتر دوا میخواد، خدای نکرده مریض شده، میتونه از پول خودش پدر برداره برای بچه خرج بکنه. لازم نیست اینا رو جمع بکنه بگه نه اینا امانت بعدم بذارم بهش بدم، نه، بچه تا فقیره نفقش به عهده شماست. اگر خودش مال داشت، چه پول نقد بود چه جنسی بود که میشد فروخت و خرجش کرد، پدر میتونه اینو انتخاب بکنه. پدر مادر هم حاجزا، پدر مادر اگه خودشون وضعشون خوبه، نفقش به عهده اولاد نیست، خودش خرج خودشو می، حالا اولاد رفتن هدیه ای بردن دستشون درد نکنه. مشهد میرفت پدر مادر همراه خودش برد، خدا خیرش بده، خیلی ثواب داره، ولی واجب نیست که حالا پولی بده مثلا خرجی بکنه اگه خودشون دارن. این فرق بین زوجه و پدر مادر و اولاده. فرق دیگه اینه که اگر کسی نداشت، هر چی زحمت میکشید نداشت، یعنی اگه میخواست خوب عمرش بگذره در حد شأن زن و بچهش، پدر مادرش، اولادش، همسرش، بعد برج 20 تومن 30 تومن داشته باشه تا بتونه در شأن اینا رو مثلا بهشون رسیدگی بکنه، خب نداشت، دو شیفتم کار، سه شیفتم کار کنه در نمیاره، انقدر شغلش شغلیه که انقدر ازش ده، خودش هم زحمت میکشه بنده خدا، نداره در نمیاره. اینا اموراتشون از جای دیگه گذشت، مثلا زنم بود مخارجی داشت، دندونش درد میکرد، پول نداشتم، گفتم 5 میلیون خرج یه دندونه، حالا این 8 تا دندوناش هم با هم خراب شد، پدرش اومد خرج دندوناش هم داد مثلا اون مقداری که متعارف هست. بچه ها مثلا نداشتم خرجشون کنم، رخت و لباس درسته براشون بخرم، فکر فامیل جمع شدن کمک کردن چیزی براشون، منم هر چی کار میکردم یه پول اجاره در بیارم و یه پول آب و برق و گازی بیشتر از این، یه نونی بیارم. مدتی گذشت، یه سالی گذشت و ازم خوب شد، خدا نعمت داد، نعمت بیشتر داد، قبلش هم نعمت میداد، نعمت بیشتر داد، صلاح دونه سلام به من مال زیاد بده، پولدار شدم و ازم خوب شد. به محض اینکه وضعم خوب شد، میبینه یه لیستی آوردن، مادره میگه ببین، یعنی همسر زوجه، یه یعنی یه سالی که نداشتی عیبی نداره، نداشتی که نداشت، این لیست ما در امسال مخارجی که من داشتم بسم الله الرحمن الرحیم یالا به من بده. اون یکی اولاد اونام همینجور میگن بابا نداشتی،
در همسایه خرج ما رو دادن، یالا این مقدار پول باید به ما میدادی، الان پرداخت کن. اینجا اگر همسر همچی حرفی زد، اون درست بگه تو نداشتی یه سال من خودم خرج خودم رو میدادم، الان بسم الله بمده، باید بهش بدی، دینه، بدهیه. ولی اولاد اینطور نیست. اولاد اگر دیگران هم خرجشو دادن، گذشت، پدر نتونست، حتی عمدی هم نداد، گناه کرده، جهنم داره، ولی الان دیگه چیزی بدهکار نیست که بده، خدای منو ببخش، ندادم دیگه، از این به بعد خرجشونو میدم. این فرق بین نفقه همسر به معنای زوجه و اولاد و پدر. نفقه هر کسی اول خودشه، اول خودشونه، بعد همسرشه. یعنی اگه اینقدر پول داشت که یا باید خودش میخورد یا همسرش، اول خودش. حالا نگید ایثار و فلان، عیبی نداره، غذای خودتو نصف کن به اونم بده، خیلی هم ثواب داره ایثار این. ولی یه جاست که دیگه نمیتونی ایثار کنی. یه مثال بزنم، پیش نمیاد، ولی مثاله که بدونید که اینی که میگم نه این که بله بحثای اخلاقی و کسی زیر پا گذاشته و ایثار و فلان و اینا، نه، یه مثال میزنم، حکم شرعیه، ربطی به این حرفا نداره. اگه کسی یه بطری آب داره به اندازه یه وضو، یه بطری آب به اندازه یه وضو که بگه، وقت نماز هیچ چی دیگه هم نیست، تو یه اتاق در روشون بستن و رفتن، 400 دیگه میان، وقت نماز هم میگذره، تو این اتاق یه بطری آبه، یه نفر میتونه باش وضو بگیره، چی وضو میگیره باها؟ اگه مال شما، شما باید باش وضو بگیری، حق نداری اینو بدی به اون، حتی همسرت باشه، بچت باشه. نه بحث خوردن ها، کسی فرض کنید تشنگی و اینها نیست، فقط بحث وضو هست. اینجا دیگه نمیتونی ایثار کنی، وظیفه خودته، شما فاقد الماء نیستی، شما آب داری باید وضو بگیری نماز بخونی. اگه آب مال همسر بود، مال شما نبود، اون حق نداره بده به شما، تعارف بردار اینجا دیگه نیست، هر کی آب داره با همون وضو میگیره، به دیگران نمیتونه تعارف بکنه. حالا نفقه خودش، مرحله دوم نفقه همسرش، مرحله سوم نفقه اولاد و پدر و مادر. یعنی اگر کسی، خوب دقت بکنید، اینا یه حقوقیه که تو درگیری ها و مشکلات و دعواها و مرافعه ها و اونجا هاست که انسان میاد روی مر حقوق حرکت میکنه میره، و الان به طور طبیعی مردم اینجوری زندگی نمی کنن، خیلی راحتن با هم دیگه. ولی حالا کسی اومد مر قانون، گفت من حقمو میخوام، قانون براش حد تعیین کرده. اگر یه مردی انقدر پول داشت که یا باید خرج خودش و زنش رو میداد، یا خرج خودش و اولادش رو میداد، فقط همین، به ستاشون نمیرسید، هم به خودش، هم به زنش، هم به بچهش نمیرسید، یا خودش و زنش، یا خودش و بچهش، یا خودش و زنش، یا خودش و باباش، یا خودش و ننش، اینقدر فقط پول داشت، گفت آقا من الان 5 میلیون دارم، این 5 میلیون من اندازه خودم رو بزنم، مادرم هم هست بیچاره، اونم مخارجی داره. بگه خب اینجا احترام مادر خیلی واجبه، تاج سر بهی زیر پای مادران، من به خودم و به مادرم خرج میکنم، این ضعیفه هر کاری میخواد بکنه بکنه، نه نداریم همچی چیزی. مادر مقامش خیلی بالاست، ولی وظیفه شما اینه که اول خرج خودت، بعد خرج همسرت، در مرحله سوم خرج اولاد یا پدر و مادر. یعنی اگه اونقدر داشتی که به اونا میرسید، به اونا میرسید، اگه فقط به اندازه خودت و زنت داشتی، خودت و زن. اینا مر قانونه، میگم کسی نمیاد اینجور خط کشی بکنه، یالا به من بده به اون نده. ولی حالا اومدیم و یه کسی پاشوایی ساد، گفت من حق واقعی ما که شر برام تعیین کرده و اونو میخوام، اینا خط کشی هست. از اینا بگذریم، اینا مقدمه است. یه صلواتی مرحمت کنین. صلوات که خیلی مرحمت کنی تو دلتون بلندش، حالا یکی من گفتم این یکی نه این چیه یکی بقیهش تو دلتون باشه شما. تو دل که گفتم نه این که تو ذهنش بگیره ها. ببینید اگر کسی خواست ثواب یه ذکر، یه قرائت قرآن، ولی یه دعا چیزی ببره، حد اقلی که میشه انسان آهسته بگه که ثوابشو ببره اینه که گوش خودش بشنوه، این حداقلش. یعنی شما اگه اونقدر آروم خوندی که
گوش خودت هم نمیشنوه در یه مکانی که معمولی هست، سر صدای زیادی نیست، اصلا انگار اون انجام ندادی، همینجور با لب تکون دادی قرآن رو نگاه کردی، قرائت قرآن نیست یا ذکر نیست، از توجه کردی؟ این که تو دل گفتم منظورم این بود که خیلی همینجور آهسته بگین، اون بلندش رو عرض کردیم که بله. خب بحث بعدی اینه که نسبت به اولاد غیر از نفقه انسان وظایف دیگه هم داره، بعضی ها شرعی، بعضی ها یعنی احکامی هست، حکم هست باید انجام بدی، بعضی هم از بله حقوق و آداب و مستحبات و اینها هست، بعضی ها شما اشاره میکنیم انشاءالله واگذاره. یکیش اینه که وظیفه پدر اینه که فرزند خودشو مؤدب بکنه به آداب اسلامی، معارف دین رو بهش یاد بده، عقاید صحیح رو بهش یاد بده، خودش بلده بهش یاد بده، بلد نیست پیش کسی که بلده ببره که بهش یاد بده و اقرار بگیره که بچه‌م اینجور میگه تو بگو درست میگه یا درست نمیگه، عرضه عقاید بکنن. من اینی که بهش گفتم درست بود؟ قدیمی ها اصول دین یاد میدادن، فروع دین، اصول دین، شب اول قبل چی میپرسن، چجوریه، اینا رو یاد میدادن دیگه، این حالا یه نشانه هایی بود. عقاید صحیح رو به بچهش یاد بده، وظیفه داره. احکام دین رو بهش یاد بده، نماز، وضو، نجاست و طهارت، حق الناس، احترام به پدر مادر، احترام به دیگران، اینا رو بهش یاد بده. بحث بعدی اینه که قرآن بهش یاد بده. تو روایاته که به قرآن حق فرزند بر پدر اینه که قرآن بهش یاد بده. خودت بلدی، خودت بلد نیستی ببر جای قرآن. الان تابستونه دیگه، ایام فراغت بچه‌هاست. ببرن جایی که قرآن یاد میدن به بچه‌ها. قرآن یاد بگیره، روخانی قرآن حداقل یاد بگیره، ولو حفظم نمیتونه. وظیفه پدر هست از جهت اخلاقی یه همچی کاری بکنه، از آداب هست. به سن ازدواج که رسید، پدر اگه تمکن داره شرایط ازدواج رو برای فرزندش فراهم بکنه، چه پسر باشه چه دختر، از آداب، از حقوق اخلاقی هست که پدر در حق فرزندش یه همچی کاری بکنه. بحث بعدی اینه که او را در یک موضعی قرار بدهد که موضع خوبی باشد، موضع مناسبی باشد. این تو روایت ها، حالا برگردوندن اینجور شده و حالا روایت عبارت عربیش قشنگه. تو مدرسه میخوای بچه رو بذاری، باید ببینی مدرسه چجوریه، معلمایی که اینجا درس میدن چجوریه، عقایدشون، تیپشون، روال این مدرسه چه شکلیه، منصوب به کجاست، بچه رو میخوای اینجا بذاری دیگه. بچه شما اگه با کسی میخواد دوست بشه، ارتباط خانوادگی با فامیل یا رفقا دارین، بچه دارن، با بچه شما میخواد دوست بشه، مواظب باشه اگه بچه خرابیه، یه جوری ارتباطاتتون رو کنترل بکنید که این بچه با اون خیلی در ارتباط نباشه که خراب بشه. عقایدشون اگه مشکل داره، کتابی که میخوای براش بخری مواظب باشه هر کتابی رو نخری، چی تو این کتاب نوشته، نویسندش کیه، مورد تایید کجا بود این کتاب براش خریدی، حتی مدرسه داده نگاه کن، جایی رفته یه مدرسه شرکت کرده کتاب جایزه داد، نگاه کن ببین کتاب چیه، به درد این بچه میخوره که بخونه یا نه، حرف خلاف دینی چیزی ننوشته باشه. موقعیت هایی که برای بچه خودتون فراهم میکنید باید موقعیت مناسبی باشه، حتی نسبت به بازی بچه ها. اگه میخوای برای بچه خودت شرایط بازی فراهم بکنی که زندگی بچه همون بازیشه، باید دقت بکنی این بازی چه بازیه. بازی ها انواع اقسام مختلفی داره، حالا ما بیشتر میبریم تو بازی های کامپیوتری و توجه اونی که الان بچه ها بیشتر باهاش سر و کار دارن. خب بعضی هاش حرام مسلمه، اصلا بازی رو ساختن برای اینکه گمراه بکنن مسلمونا رو، اصلا اصل اساس این بازی همینه. خب این که حرامه، من باید دقت بکنم تو موبایلشه، تو اون کنسولای بازی که میخرن، نمیدونم پلی استیشن و ایکس باکس و دیگه چی، کامپیوتر رو دقت بکنه، بازی که میخوان اینا بگیرن یا خودش میخواد براشون بگیره دقت بکنه چیه. بابا یه کارتون میخوای بگیری رو موبایل، نگاه کنه، نگاه کن این کارتون چیه، چی دارن تو این کارتون رو یاد میدن،
بعضی از بازی ها حرام مسلمه، بعضی از بازی ها هست که ممکنه اصلش برای حرام ساخته شده نباشه ولی توش توهین به مقدسات داره. یه بازی درست کردن مثلا فرض کنید، من خیلی جدیدی ها رو بلد نیستم، اون قدیمی ها رو بلد بودیم که آتاری بود و چی بود، اونو خیلی از این حرفا توش نبود، بلد نبودن اینا رو بسن، الان این کار رو میکنن. بازی مثلا جنگی عملیاتی از ایناست، توش یه مرحله ای داره باید مثلا فرض کنید من بلد نیستم، مثلا قرآنی رو بسوزونه، مسجدی رو خراب بکنه، مثلا مسلمونی رو بکشه، مثلا یک شعاری از شعار اسلام رو مثلا از بین ببری تا مثلا از این مرحله رد بشی، با یه زرنگی مثلا این مراحل رو مثلا چیز کردن، درست کردن. خب این حرامه، نباید در اختیار بچه باشه بازی کنه. بعضی بازی ها هست که بعضی گناهان رو توش خفیف میکنه، سبک میکنه. مثلا اصل بازی ممکنه یه بازی خوبیه ولی تو اون بازیه یه صحنه هایی داره، مثلا یه گناهی رو خیلی راحت جلوه میده، تو ذهن بچه از کوچیکی جا میگیره. خب این که چیز خاصی نیست که، خب هست که هست، خیلی چیز خاصی نیست. یا بعضی از بازی ها هست که قسمتی مثلا صحنه های خرابی داره، مثلا مستهجن هست، اینا رو باید مواظب باشن. فیلم هم نیست که بگی خودم میگیرم ادیت میکنم و قسمت خرابش رو بر میدارم، مثلا بازیه دیگه، نمیتونی این کار رو بکنی شما. بعضی بازی ها هست که اصلا قماره، شرط بندی قماره یا آموزش اون قماره، خب اون درست نیست. حالا چه آنلاین باشه با طرف مقابل داره قمار میکنه، چه آفلاین باشه با کامپیوتر داره بازی میکنه، یا اصلا آموزششه که باید این قمار رو شرط بندی یاد بگیری، ابزار مختلفی که براش هست. بعضی بازی ها هست که موسیقی حرام روشه، فوتبال برای بچه گرفتی، موسیقی حرام زمینش کرده. خب گزینه داره بری تو، بچه ها بهتر بلدن، نمیدونم سیتینگش، آره اونجا بری، خب صداشو قطع بکن. پدر باید این کارو بکنه، آخه بچه 5 ساله 7 ساله 10 ساله این صداها به گوشش عادت بکنه، خب از اون بازی خوشش میاد، از این صدا هم خوشش میاد، این صدا رو قطع بکنه. نمیشه، خب صدای تلویزیون رو ببنده اگه خود بازی حلال. یه سری بازی ها هست حلاله ولی خب فقط سرگرمیه، اون تا یه حدی محدوده براش قرار بدی. فوتبال مثلا PS بازی میکنن، فیفا بازی میکنن. پاسور که گفتیم جزو چیزای قماره، فوتبال گفتم. خب یه سرگرمیه فقط، کنترل شده. بعضی بازی ها هست که هم حلال هم مفیده، دنبال اینجور بازی ها باشین. اگه نیست اونایی که امکاناتشو دارن، تخصصشو دارن تولید بکنن. همین نکته رو بگم و اگر عزیزمون اومد من واگذار بکنم، کسانی که تخصصشو دارن، من چند سالی دنبال این قضیه ام، نتونستم هنوز به جایی برسونم این قضیه رو. زندگی ما ها آغشته به ارتباط با بچه هاست، حتی اگه خودمون بچه نداشته باشیم دوروبرمون هست. بچه ها زندگیشون آغشته به بازیه، اصلا زندگیشون همون بازیه، بازی همون زندگیشونه. نمیتونی بچه رو از بازی جدا بکنی، بازی از بچه بگیری زندگی رو ازش گرفتی. بچه‌ای که بازی نمی‌کنه مریضه. بازی‌های قدیمی دیگه منسوخ شد، بازی‌های فیزیکی دیگه منسوخ شد. پدر مادرایی که خیلی متدینن مواظبن دیگه جرأت نمی‌کنن خیلی بچه‌ها رو تو کوچه اینور اونور بفرستن، با هر کی دوست بشن هر جایی برن و بیان، دوست دارن کنترل شده باشه. بچه‌ها 90% بازی‌های کامپیوتری و نرم افزاری و اینا دارن بازی می‌کنن. پدر مادر وظیفه دارن کنترل بکنن اینا. دنیای خیلی وسیعیه که یک ناظر نزدیکی به بچه میخواد که اون پدر مادرن، دائما باید کن، نه اذیتش بکنه، امکانات خوب براش فراهم بکنه ولی یادش بده این گناه داره، ببن این خوب نیست، بابا جون من اینقدر برای تو کار خوب کردم، اینو نگاه نکن، اونو بازی نکن، این بده حسفش کن. چند وقتی دنبال این مطلب هستیم، هنوز به نتیجه نرسیدیم. اگر کسی مشتنت مالیشو داره، اگر کسی تخصصشو داره، بیاد تولید بکنه یک بازی، نه یک بازی، بازی های با کیفیت و خلاق برای بچه های خودمون که علاوه بر این که حلاله باعث سرگرمیشونه مفید باشه.
من یه مثال خیلی خیلی ساده شو میزنم و واگذار میکنم. بازی کوئیز رو موبایل ها قابل نصبه، روی کامپیوتر قابل نصبه، هم آنلاین داره هم آفلاین داره. بازی کوئیز یه بازی شاید خیلی سختم نباشه از جهت ساختاری، اونایی که برنامه می‌نویسن بازی درست میکنن، خیلی سختم نیست. سوالای مطرح میکنه، شما گزینه میزنی یا غلطه یا صحیحه، میری مرحله بعد یا حالا هر چی تا 100 تا 200 تا 1000 تا 10000 تا مرحله ممکنه هیچ سوال به سوال با موضوعات مختلف درست کردن، جذابه. شما هم خودتو محک میزنی که اطلاعات در چه حده، هم جذابه، هی میره مرحله به مرحله. و اونایی که تخصصشو دارن بلدن و اونایی که مشتت مالیشو دارن، اگه بتونن یه همچی، خب میری تو کوئیز میبینی که گزینه‌هایی که گذاشته، خب فلان هنرپیشه نمیدونم در فلان سال مثلا ازدواج کرد یا طلاق داد، خب نمیگم حالا حرومه، ولی خب به من چه ربطی داره؟ خب فضولی تو زندگی بقیه که حالا کی ازدواج کرد یا طلاق داد، آخه اون بنده خدا داره برای خودش زندگی میکنه، خودش هم میخواد یادش بره که اون موقع طلاق داده بود. من هی میرم بازی درست میکنم، سوال و جواب برای مردم، به چه درد میخوره؟ آخه تلف کردن وقته. صرف این که من میخوام این بازی رو جذاب بکنم، مرحله درست کنم، هر چرت و پرتی باید بریزم. تازه یه گزینه گذاشتن که خود کاربرا بیان سوال طرح بکنن دیگه، ماشاءالله اون کاربر از همه جا هست دیگه، هر کی هر سوالی به ذهن خودش میرسه ممکنه مطرح بکنه. کسی سلیقه داشته باشه، خلاق، با کیفیت، بیاد این گزینه‌ها، این سوالاتی که هست رو هدایت شده و صحیح، کم بازی باشه، هم جذاب باشه، هم مفید باشه، اطلاعات مذهبی بچه بره بالا، یا اگه اطلاعات عمومی مفید باشه، یه اطلاعات پزشکی، یه اطلاعات امنیتی برای بچه، اگه گم شدی باید چیکار کنی، مثلا این گزینه. اینا رو من خیلی بلد نیستم، من فقط طرحش رو عرض می‌کنم. اگر کسی تخصصش رو داشت واقعا خدمت بزرگی هم چه کاری بکنه. سایت ها پر شده از بازیایی که دیگران میسازن، معلوم نیست به صورت رایگان در اختیار ما قرار میدن، چی میخوان به خورد بچه‌ها بدن، با همینا فرهنگ ما رو عوض میکنن، ممکنه تأثیر بذارن در اون اعتقادات و احکام شرعی. اگر کسی قدرت مالی داشت تخصصش رو داد، یه مثال ساده زدم من، این کوئیز باز یه مثال ساده است. بازی های دیگه، اونایی که طراحن، خلاقن، ولی خب با کیفیت. اگه قراره یه بازی بی کیفیتی درست بشه که اون بازی هایی که مربوط به مثلا مسائل مذهبی هست و اطلاعات اینجوری هست و ضعیف جلوه بده و در ذهن بچه ها اینو خراب بکنه که بگن اه اه از این خوشم نمیاد، این مثلا بی کیفیته، نساختنش بهتره. صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. بامید اینکه ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی همه ما را آشنای به احکام شرعش و عامل به آنها بگرداند، صلوات دیگری مرحمت کنیم.